I deal with all kinds of psychological problems that people I deal with all kinds of psychological problems that people TED Talk که خیلی معروفه. It's Elise Hugh. You're listening to TED Talks Daily. And on today's show واقعا عالی. یعنی کسی که زبان انگلیسی بلد هست و به اینا گوش میکنه واقعا و واقعا لذت میبره. سلام و درود به زبان آموزان عزیز. خیلی خیلی خوش اومدید به یک ویدیوی دیگه. در این ویدیو میخوام بهترین برنامه پادکست برای تقویت زبان انگلیسی و مخصوصا تقویت مهارت لیسنینگ رو بهتون معرفی کنم. فقط قبل از اینکه بریم سراغ ویدیوی اصلی، اگر به زبان انگلیسی و یادگیری اون علاقه دارید، حتما و حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید تا عضو چنل من بشید و اگه دوست داشتید زنگوله کنارش هم روشن کنید. دیگه چیزی نمونده که هزار تایی بشید. بریم که این ویدیو رو با هم دیگه داشته باشیم. Let's get the ball rolling. برای اینکه شما مهارت لیسنینگتون رو تقویت کنید، باید به طور مستمر و مداوم به لیسنینگ های انگلیسی گوش بدید و پادکست ها یکی از بهترین منابع برای تقویت مهارت لیسنینگ هستن. امروز در این ویدیو میخوام بهترین برنامه و جامع ترین برنامه پادکست رو بهتون معرفی کنم. اسم این برنامه گوگل پادکاست هستش، یا در انگلیسی آمریکایی میگیم پادکست. تقریبا هر موضوعی رو که میخواید در موردش گوش کنید رو این برنامه داره. حالا بریم که نحوه نصب و استفاده از این برنامه رو بهتون نشون بدم. اولین کاری که باید انجام بدید اینه که این برنامه رو از گوگل پلی نصب کنید. خب میایم گوگل پلی رو باز میکنیم. اینجا مینویسید گوگل پادکاست. خب این رو میزنیم و برامون میاره برنامه رو. اینجا گزینه اینستال داره که من نصب کردم و میخوام برنامه رو واسهتون باز کنم. خب این منوی اول برنامه هستش. اینجا یه قسمت داره for you. شما هر چیزی که جستجو کنید، بعد اینکه مثلا چند تا چیز رو جستجو کردید، مثلا در مورد فرهنگ، زبان، تقویت زبان و مثلا مهندسی و فلان، اگر دفعه بعدی برنامه رو باز کنید، این قسمت برای شما چند تا پادکست رو پیشنهاد میده. خب من از اینجا رد میشم. اینجا منو داره نیوز، در مورد اخبار، کالچر، در مورد فرهنگ، ایژوکیشن، یادگیری که بیشتر ما روی این کار خواهیم کرد، و بیزینس داره، میتونید بیاید این برتر، آرت، تکنولوژی. خب میبینید که انقدر موضوع داره آدم نمیدونه اصلا کدوم رو بزنه و کدوم رو گوش کنه. خب من میام قسمت ایژوکیشن. خب شما میتونید علایقتون رو اینجا جستجو کنید و خیلی راحت بهشون دسترسی داشته باشید. خب من میام قسمت education. اینجا میتونم پادکست های خیلی زیادی رو ببینم. اینجا TED Talk داریم که خیلی معروف هستش، هم توی یوتیوب و هم توی گوگل پادکاست. خب من اینجا میخوام یه دونه تقویت زبان انگلیسی ببینم. ببینید که اینجا دولینگو داره اسپانیش، یعنی زبان اسپانیایی رو آموزش میده. خب اینجا میبینیم که داریم learning English. خب من این رو میزنم. خب نوشته 50 episodes، یعنی 50 قسمت داره که 13 ساعت پیش آخرش رو آپلود کردن. ما میتونیم خیلی راحت این رو بزنیم، یعنی 4 اکتبر، یعنی دیروز آپلود شده. خب من این رو میزنم. اینجا این قسمت رو میزنید و پخش میکنه این پادکست رو برای شما. این پادکست یعنی 50 قسمت کلا برای شما انگلیسی رو آموزش میدن. VOA یا همون Voice of America. خب ببینیم یکم از این گوش کنیم ببینیم که چیه. خب الان داره پخش میکنه. من میکشم یکم جلوتر ببینیم که smaller lakes upstream of Lake Powell have been releasing water so Lake Powell can continue producing hydropower. But any increase from the releases is not included into the 5-year estimates. Is not included یعنی شامل نمیشه in 5-year estimate که در 5 سال آینده. خب این از این بود. بریم حالا میخوام مثلا من قسم میخوام یکم گرامر انگلیسی یاد بگیرم. میزنم grammar. خب اینجا enter رو میزنم. خب میبینیم که پادکست های خیلی زیادی رو برای ما میاره. Speak English Now podcast. خب یکم میام پایین تر. آها. Learn English through listening. Grammar English. خب الان اینجا چی رو توضیح میده؟ آها. 13 دقیقه هستش. بریم ببینیم که این چی میگه. 75 اپیزود داره. میتونید خیلی گوش کنید. یعنی اصلا تموم نمیشه.
خب یکم زیاد کنم صداشو. So there's something which I've noticed is becoming a feature in my psychotherapy practice. I deal with all kinds of psychological problems that people I deal with all kinds of psychological problems that people خب این کمی کشم جلوتر probably directly related to your situation. If you're fortunate enough to live in a country where most people have been vaccinated like میگه اگه خیلی خوش شانس باشید در کشوری زندگی کنید که همه مردمش واکسینه شدن، میبینید که خیلی خیلی جدیده. حتی در مورد واکسیناسیون اینا هم حرف میزنه. اینی که من زدم 4 ساعت پیش آپلود شده بود. خب این از قسمت زبان انگلیسی بود. البته کانال های خیلی زیادی داره اینجا کیوراسیتی. کلا در مورد آموزش هر چی بخواید اینجا هست. اگه مطالب علمی میخواید میتونید تد توکس رو بزنید دیلی. آها 212 قسمت اصلا تموم نمیشه. یعنی شما هر چی بخواید داخل این نرم افزار هستش. مثلا من میخوام یکم در مورد فرهنگ های مختلف یاد بگیرم. خب میزنم کالچر. خب کانال های متفاوت رو میاره واسه من که هر کدوم پادکست های زیادی دارن. دوباره تد رو داریم اینجا، فرش ایر، خب تد توک، یکی از این تد توک ها رو میزنم. همون احتمالا یک کانال هم توی ایژوکیشن باشه هم توی کالچر باشه، اونجاش اوکیه. اینجا رو بزنم The Art of Paying Attention، یعنی هنر توجه کردن. ببینید که در مورد اون هر TED Talk خیلی معروفه. It's Elise Hugh. You're listening to TED Talks Daily. And on today's show, I'm so excited. We have illustrator Wendy McNaughton, or Wendy Mac. Now this. Circle. 2 almonds for some eyes. This upside down 7. And then a curved line. واقعا عالی. یعنی کسی که زبان انگلیسی بلد هست و به اینا گوش میکنه واقعا و واقعا لذت میبره. الان من خودم میخوام همه اینا رو گوش کنم و وسط ویدیو دیگه نمیشه. بریم که ادامهش رو داشته باشیم. واقعا مطالبش خیلی مفید هستش اینجا. خب دفعه بعدی که شما باز میکنید for you هم culture رو میاره، احتمالا هم education رو بیاره. business میتونید در مورد بازار یا بازار کار و اینا، arts، technology، هنر، میگم ببخش تکنولوژی ببینید که اصلا در دنیای تکنولوژی چی میگذره، کدوم دستگاه جدید مثلا اختراع شده یا فلان بهمان. خب اینجا دیگه نمیشه واقعا همشو گوش کرد. health and fitness میتونید در مورد سلامتی یا فیتنس اینجا ببینید. kids and family، science، علم، علوم یا این چیزا، history، تاریخ اگه به تاریخ علاقه‌مند هستید، tv and film در مورد هنرپیشه و این چیزا، music and sport و در آخر music و بازی. مثلا اگه به موزیک علاقه دارید می‌نویسید میوزیک. خب هر چی در مورد میوزیک هست برای شما میاره. واقعا یک برنامه فوق‌العاده قوی هستش. همه موضوعات رو با هم دیگه داره و تنها عیبی که میتونم بگم این برنامه داره اینه که فعلا زیرنویس برای این اضافه نکردن. البته یه ویژگی هست داخل اندروید که میتونید لایو کپشن رو فعال کنید که هر چیزی روی گوشی پخش بشه کپشن رو میاره، ولی خب داخل برنامه این امکان وجود نداره و شما نمیتونید برای این کپشن روشن کنید. پس به نظر من یکی از نقطه ضعف این هست، ولی خب میشه گفت زیاد مهم نیست فعلا. بعد از تنظیمات این برنامه هم میتونید تم مشکی رو فعال کنید و برنامه تم مشکی داشته باشه اگه چشاتون اذیت میکنه. اینجا هم اکتیویتی هست، دانلود، حتی میتونید دانلود کنید. من این ویژگی یادم رفت بهتون بگم. مثلا education، بعد میاییم مثلا learning english، voice of america و این گزینه رو میزنید و براتون دانلود میکنه اون اپیزود رو و میتونید سابسکرایب کنید و هر پادکست جدیدی آپلود کردن شما اون رو داشته باشید و مطلع بشید از اونا. و اگر میخواهید از ویدیوهای آپلودی من مطلع بشید حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش هم روشن کنید. خب اینم یادم افتاد که بهتون گفتم. میشه گفت این برنامه محیط خیلی ساده‌ای داره و میتونید ازش به راحتی استفاده کنید. این 3 نکته رو بزنید، میتونید این رو شیر کنید، احتمالاً اینجا نه ولی در این قسمت میتونید فکر کنم شیر کنید. اینجا نه، آره اینجا این گزینه رو میزنید و
این رو شیر میکنید. حالا اینجا هیچ برنامه نصب نیست. خب امیدوارم که بچه ها از این ویدیو هم لذت برده باشید. حتما این برنامه رو نصب کنید. من هم لینک برنامه رو میذارم قسمت دیسکریپشن یا همون قسمت توضیحات این ویدیو. میتونید برید از اونجا نصب کنید. هم برای اندروید هست، هم برای iOS گوشی های آیفون، و هم میتونید از کروم استفاده کنید در لپتاپ و ویندوز. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. اگر دوست داشتید حتما این ویدیو رو لایک کنید و سابسکرایب هم که دیگه یادتون نره. تا ویدیوهای دیگه، سی ا.